خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیو جدید من. خودم رو با هم می‌خوایم بریم به یه بازیگری که جدیداً وارد عرصه آشپزی هم شده. ویدیوهای آشپزی داره می‌سازه که واقعاً بوم شده توی فضای مجازی و ایشون یکی از بازیگرایی که همه با هم خاطره داریم. نه همه باش خاطره. منظور چی از خاطره؟ خاطره مثلا فیلم ها و سریال هایی که بازی کرده واقعا نوستالژی خیلی قشنگی برای ما زنده میکنه. بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. درست میگم؟ نه 70 سالگی من 90 سالمه قربون. نه جدی میگم من 90 سالمه. شما 26 این خانم امیر امجدی. ببین خانم ها سنشون رو بپرسی همین. نه اون یک رازیست بین من و شناسنامه. وای فضای مجازی متولد 1326 شدم. 24 هم 22 هم 21 هم یعنی به هیچ احد و ناسی ارتباط نداره. مجریه یه گوه خورده و خاصی تو چشاش هست. خیلی مجریه اینجوری شدن جلوی این اسطوره. من 90 سالمه آقا به تو بر. قوطی کرده واقعا. من خانوما کلا رو سن و سال نه خب آخه دیگه انقدر دیگه واقعا عصبانی شده تو برنامه. من یعنی نه به شما نه. آره تو تو هم چند سالمه؟ چرا ما همش یاد گرفتیم عادت کردیم سرمون تو خونه اینو اون باشه. سرمون خونه. دیدی لباسشو چی پوشیده؟ دیدی چه جوری حرف میزد؟ دیدی چه جوری آرایش کرده؟ بعد به من میگن خانم شما سنی ازت گذشته، برای چه آرایشمون به تو ربطی نداره؟ من دوست دارم آرایش بکنم. غیر مستقیم به مجری میگه گوخوریش به تو نیومده. خیلی دیگه من تو اینجوری موقعیت گیر کردم، فقط میگم غلط کرد. کاش یه مریم امیر جلالی جیبی داشتیم برای که بسته میشدشتیم و داشتیم میزونم. آره خدا حکیم خیلی هم خوب آدم اینجوری حاضر جواب ولی خب نمیدونم شاید هم یه سری راست ریو فرض کنم اصلا بحثت میشه و یکی یه چیزی در میره جایی تو صحبت میکنه. الان هر کی با تو بحث میکنه همینا دقت کردی؟ هر کی با آقا من حقیقت تو میگم. آره عبیر قشنگ چون عاشق غذا هستم هیچ وقت نمیام شکممو با سبزی و سالاد و گندم خیس. او این برنامه‌شو من دیده بودم. این چیز شام بفرمایید ایرانیه، شام ایرانیه. اینجا واسش چیز آوردن. بذار اسپویل نکن، بذار ببینم. بذار من ببینم. آفتاب دیده اینا سیر کنم. من عمرم. من گیاهخوارم. چی گفت؟ این گفت من خوشم نمیاد با سبزی و فلان و اینا میخورم مردم فلان. بعد تا تمام کرد اون گفت من گیاهخوارم. ولی من چون عاشق غذا هستم هیچ وقت نمیام شکممو با سبزی و سالاد و گندم خیس کرده و نمیدونم بلغور آفتاب دیده اینا سیر کنم. من عمرم. من گیاهخوارم. قیافه شو چی؟ قیافه شو اصلا کم نمیاره. نگاه خدایی کم نمیاره. پشمو الان چی؟ جنگ زیر فوسی برد رو بخوری کلی چیز کرد بوز و فلان و دیمی گفت بوز نه نگفت این دوره جون و من حتی گفتم بگیم شاید یکی گیاهخوار من پرسیدم نه 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 گیاهخوار نبود گیاهخوار نیستم نبود علکی گفت علکی گفت یه جوی بده ولی فرقی هم نمی کرد دیگه چه علکی شد. وایسا ببینیم چی شد. من گفتم من گیاهخوار نیستم برای اینکه من احساس میکنم باید غذا بخورم. بیا مال بوز. چی گفت؟ گفت بیا گو بخور. یا مال بوزه. مریم اجازه حتی کامل بادنجون نداره. عصبی جواب میده. آها این داستان چی بود؟ این تاس کباب میگه تاس کباب بادنجون نداره استاد. میگه شما نه این تاس کباب درست کرده بود. بعد تو تاس کبابش مثل که بادنجون نزده بود یا زده بود. دقیق نمیدونم ولی مثلا خیلی اومده بودن کامنت گذاشته بودن مثلا تاس کباب بادمجون داره اثر گفته نداره فلان بعد زده بود شما نرید. ولی عصبی هم جواب همه رو میده تو کامنت ها. خارجی ها انقدرم بیشعور نیستن که بیان با آدمی مثل من چلغول آتوپاد بیان ازدواج کنن. بیان راحت باشه. خب دیگه پس یعنی من بیشعور بودم که بادم درست شد. یکی از قشنگترین صحنه های سریال سه در چهار. این سه در چهاره؟ سه در چهار این خانه به دوش نیست؟ فکر کنم خانه به دوشه نمیدونم. و الان یادم اومد. ولی خیلی اینجاش بود. از لحاظ روی احتیاج دارم. ایشون جواب بدخواهو بده. من میخوام که خانم امیر جلالی یه جمله ای رو بگم که با سه تا حالت بگین. یه دونه مهربون، ملایم و با عصبانیت. بگین امروز رفتم مرغ بخرم. این اصلا حاضر یه چی الان تیکه بارش. 14000 تومن گرون شده بود. من نمیدونم مسئولین عزیز دارن چی کار میکنن. با مهربونی بگین. والا امروز رفته بودم مرغ بخرم. خیلی گرون شده بود.
نمیدونم مسئولین بالاخره به فکر ما هستن یا نیستن. نه نیستن. نه الان امشب قرار شاد باشیم. امشب نباید در مورد چی شاد. آره نه امشب قرار اصلا شاد باشیم. عید باید شاد باشیم. آره این سه شب قراره که شاد باشیم. با ملایمت بگی. والا چی بگم، مرغ چرا انقدر گرون شده؟ خیلی گرون شده واقعا، بس آدم نمیرسه اینقدر پول پای مرغ بده. با عصبانی هم اینو خوب بلده. خیلی خوب بود همین لولای دنگ. خیلی خوب بلده این جور مبارسه. چه تیکه یعنی بعد دیدی چه فاصله یه آزش گره افتخارشون خواهش کرد. قبلش اصلا دست میزاری بارم جاری یه نوع حال بده اونجوری. یه حال بده. حالا من نمیخوام اینا خجالت نمیکشن. نه اینک بردارم. این کاسب خجالت نمیکشه. راحت آسو اینک هم برچی بردارم. به اینک من چی کار داری؟ من دارم در مورد مرد صحبت میکنم. شما گیر داد بیایی به اینک من دست کن آقا. قشنگ از زبانی شد. درست بود آقا. خیلی خوبه زبانی شد. ببینید شما هم دارین عصبانیت منو تکرار میکنه. وقت مردم میگن اصلا این جنسن اصلا عصبیه. این آقای لولایی اصلا کلا نه نگاه کنید خوب بود ولی اونجوری نبود که آدم حال کنید. یه آقای لولایی میگم تکرار کنید دیگه باید تکرار کنید. کارگردان آقای لولایی الهی درد بی دوا درمون بگیر. جلو نیام بگو جلو نیام چی خب جلو چند تا آدم هم میخوایی آبروی حیثیت من بری کم تو خونه عذاب میدی. هر کی میگه خانوما ضعیف هستن هنوز با ما راست میگه جز یکی از قوی ترین دلایل این که این زن چیز دیگه رگنا اینم که توی گیم اف ترونز اینم که مارول آره اسمش رو یادم نیست اونو نمیدونم اینم نمیدونیم اینم توی اونجرز بود اینم که عمه پیکی بلانجرز چیه عموی چیز دیگه عموشه اینم که عطفای تایتان اتفچی اتکای تایتان اونم که اسطوره ایرانی مریم امیرجلالی. شما چی خریدی دوباره؟ چینی ماشین مزه نریش بسر خانوم. این هندبونه از اون هندبونه هایی نیستش که خودم داشت. بگو ببین تو چی هست. تو چی موزه تو چی موزه ببر یه اینو یه دکتر ببر. ولی یه لحظه قیافه علی صادقی اینجا نگاه کن چند سالشه به نظره. ریش هم نداره. بچه بودن اینجا فکر کنم اینجا 21 دو بوده. آخ اینم خیلی قشنگه. ارزم بزرگ شما که فایزه دعیوس الان میرینه بهش. باز چی میخندی؟ الان میخندی میرینه بهت دیگه. بعضی ها خوششون کرد دارن اصلا شروع نکرده خندی به ما نداده. به ما فایزر ندادن بزنی. مادرنا هم که به ما ندادن. یه برکت بود که خب خدا برکت رو تو سفرمون گذاشته دیگه. اون برکت رو نمیخواییم بزنی. نزدی؟ برکت نزدی؟ نه برکت نزدی. خدا برکت رو یه جورای دیگه به ما داده. من اونو برکت رو نمیخواییم. برکت رو دوست دارم. ازم به حضورتون دوتا سینوفارم زدم. سومی رو چون عازمم دارم میرم گفتن سینوفارم کانادا قبول نداره. آسترازینکا زدم. خب بعد اینا به هم دیگه جور در میاد سینوفارم. حالا دیگه جور در نیاد دیگه. میشه هفته بیجار قربونه. حالا شما رفتید کانادا یه فایزر هم اونجا بزنید. داره میره کانادا بابا این همه بیشتریاشون سیتیزن کی دیگه رفت بچه‌هاشون مثلا مهناز افشار هم رفته از ایران خیلی وقته. مهناز نکن تو حاشیه. مهناز تراش زمان بچگیای ما احترام بانو بابا. مگه چیز نبود لیلا بلوکات نبود همیشه اون مگه لیلا بلوکات نبود؟ نه مهناز در عرض ثانیه کراش می‌زنه. مهناز افشار موقعی که فیلم آتش بس بازی کرد با ممرضای گلزار بعدش رو لیلا بلوکات گرفتی چیز زدی ببرده همه تو دیگه. 24-5 سال فهمیدون که عاشقش بود شلنگ بود. برای همین هیچ احساسی بهش نشون نمیداد. مار نبود. بفهم اینو تو کرا فهمیدی؟ یه ماره 25 سال عاشق یه ماره دیگه بود. بعد 25 سال فهمیدیم شلنگ بود. حقش مریم جان کوسن بکنه تو حلقش. الله الهی شد که خدا یه دنبک به قلونکور داد و یه امیر خسرو. خدا
در اون مسئله قدیمیه. خدای شکر واقعا ما گوش کنی جوکر رو. امشب همش امیر خسرو بوده. امشب امیر خسرو. فردا خونه فلان امیر خسرو. خونه ما میخواد از امیر خسرو از خود داره. خونه شما تریپ ماجرا دیگه. کنسرت مریم امیرجلیلی برای خیریه. با من سلام. خواننده هم هست مگه؟ ماشاءالله بانو از هر انگشتش بانو واقعا از هر انگشتش یه رنگ میاد و من خیلی به شخص واسه شون احترام دارم، یعنی تخلف کنم احترام قائل نباشم ولی به شخص خیلی واسه شون احترام قائلم. ایشالله که همیشه سالم و سلامت باشه. ترسم یه چیزی بگم بلیت بگیره بیاد پارم کن. شخصیتش به نظر چی جوریه؟ خواننده کم یه آوانی شوخ مغرور کمی عصبی خیلی خیلی من اگه لباساتو بپوش که برم خونه خاله اینا دیگه. من چی بپوشم؟ آه اینجا من چی شده سرم مثل من پاچه هسته بازوان میزنم از خواه آقای لباس پوشیدن توی گرفتی لباس چی بپوشم؟ چی بپوشم؟ این مردشون لباساته بپوشم. مامان جونم راستی من پدرشم لباس چی بپوشم؟ لباس چی بپوشی؟ بگم چی بپوشی؟ بایستو تبت بگم چی بپوشی؟ من لباس چی بپوشم؟ مادر جون قربون اون شکل ماهت دارم، بهت که گفتم فردا الان داره آروم میگه ببینم اگه چیزی پیدا کردم میدم بپوش. خوبه؟ آخه مامان جان ما تو بغچمون هم یه دست لباس درست حسابی نداری. الهی تو بتره کی دیگه؟ تو که این هند جگر خون کنار من داری جگر منو میخوری. خودو بسونم یه ساز میزنی میخوایی بدا بپوشی؟ یعنی کالکشن لباسش بهترینشونیه که تنشه. ببین اینا موقع فیلم برداری خب توی ساختمونی میگرفتن، آره یه همسایه هم داشتن. حالا حمید لولایی فقط نقش شوهر مریم امین جلالی رو بازی میکرد، فکر کن شوهر واقعیشی میکشه. من ندیدم شوهرشو. منم ندیدم شوهرش کیه. از ما تو گوشی میبینیم. نه اصلا دارم کچل وقت باشه. نه خیلی شوهرهای زیادی داره. یعنی شوهرهای زیادی یعنی داخل سریال ها. خانم امین جلالی به ابرفض من چیز نکردم و اینجا کلی عکس اومده. نه همه بازیگرن. اینا نی همه بازیگرن. حالا تو چیکار داری به شوهر خانم امیر جلالی؟ نیدیم تا حالا. میخواست ببینی. میخواد نخواست. میان توی صفحه به من میگن خب این بنده خدا چیزی از شما سوال نکرده بود که اینقدر تون جواب. سر آشپزی است. یک کلام. اگر تون با من صحبت بکنین، حرف نارب بزنین، حرف ناجور بزنین، بلا فاصله بلاکین. اینو از الان بهتون بگم. سعی کنین تو پیج من میاین محترمانه صحبت بکنین، با احترام صحبت بکنین. با انگشتم صحبت میکنه. کنید بلا فاصله بلاکتون میکنم. اینو گفته باشم. رسولی نام منو ببر. آقای رسولی چند دفعه من باید نام شما رو؟ آخه نام شما به چه درد میخوری که من نام شما رو ببرم؟ شما عصبانی هم که باشی بازم دوست داری. شوهر جا قربونت برم، تو که میدونی فدای تو بشم من عصبانی نیستم. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو لایو من باز تاکید داره که من عصبانی نیستم. دانسی 2 دقیقه پیش عصبانی بودی. شما جنبت بالاست، منم جنبم بالاست، پس در نهایت همه جنبشون بالاست. خب مثلا که چی؟ من بیشتر آقا جان ما از این قرار نبود الان بیا بیدا نیستیم که از این بادا بده. بیا خوب نترسیدم. بیا دیگه، بیا یه بار دیگه به اگه جرأت داری بیا. مرد یارو آخرم گفت چاکری ببخشید. چه جرأتی داشتن اینا این کارو کردن. مریم امیر جلالی دچار بحران سه شخصیتیه و امیر رو جلال اجازه نمیدن که ایشون مریم درونش رو نشون بده. آقا من نمیفهمم تو به سن من چیکار داری؟ آخ سر این خیلی حساسه. یارو علیشه زیر پست نوشته که خانم امیر جلالی شما شبا شام میخوری؟ خب به تو چه؟ شبا چی میخوری؟ میخوام براش بنویسم بلدرچین آبپز همراه با سس تارا و کاموسالادی. از این چیزا باید بنویسیم. من اولا اینجوری بودم، مثلا یکی اومد زیر ویدیو مینوشت هم ویدیوت بی کیفیته، بهش میگفتم نبین. پوشه چی؟ پرسیده بودن که چرا میکنی؟ دوست دارم الانم میگم دوست دارم آرایش کنم، دوست دارم خوب بپوشم خوب آرایش کنم، خوب بگردم و خوب بخورم. این به خودم مربوطه، به هیچ کس هم مربوطه نیست. واقعا باریکلا واقعا بشی مربوط میگه. به نظرم یه روز نچندون دور مریم جلالی از کلمه گیر استفاده کنه.
راست میگه یه جوری میشه مثل مریم امیرجلیلی شد که راحت به همه جدی برینی و ازت خوششون بیاد و بترسن ازت کار بکنم و منم راضی نیستم که اونو کار بکنم پول بلیط منو بده با حقوق بازنشستگی مگه بشه بلیط خرید نه اصلا حقوق موقع ولش کنید من امیدوارم یه بلیط خیلی جان به موقع هدیه داده بشه به شما و برید فرزندان رو ببینید چی هدیه بده؟ چی هدیه بده؟ من نمیدونم من چی من نمیدونم وان بله تو رو خدا من گیر نندازی من دعا کردم سر کار میری قسط آخر تو تهیه کننده الهی با امید تو من داشتم دعا میکردم که چی؟ دعا میکردم که خداوند لطف کنه هدیه به شما برسه در این سرویس گیرش انداخت عزیزتون نازنین دل تنگیتون بهتر بشه آخه الکی به این از همون حرفاست دیگه شما یه چیزی بگی من آمی عجب حسابداری برای من کار عجب حسابداری ان حرفا میزنینا غلط کردم دیدی مخلصت دور اما از اول بگو غلط کردم دیگه چه کاریه بگو غلط کردم پشمام چقدر من میگفتم این شبیه کیه تو مسربی مسربین هم شبیه حمید لولاییه ولی این واقعا یه ذره من غلط کردم خاله بجلد اینو هرکی در آورده واقعا ذهن بیماری داشته سن هم که فرمودید یه سوالی در خصوص لباس و اینها اونم خیلی بارها گفتم 170 سالمه نمیخوام به کسی بگم چرا 170 سالمه چون به کسی مربوط نیست سن من سنم به خودم مربوطه میکروفونو میشه چه چی؟ پرسیده بودن که آرایش چرا میکنی دوست دارم الانم میگم دوست دارم آرایش کنم دوست دارم خوب بپوشم خوب بپوشم خوب آرایش کنم خوب بگردم و خوب بخورم این به خودم مربوطه به هیچ کس هم مربوطه امینی همش حس میکنم که مثلا این عصبانیت میترکه یهو و یه چی و از تو کیفش یه کلتی چاقوی پنجه بوکسی چیزی در بیاره شروع میکنه مشت زدن یا بزن سینمایی نیستی یه حالا طرف شاید با مشتایی رو بزنه ولی یه همچه حسی هم داره ولی به نظر چند سالشه نپرسید یعنی چی؟ دنبال شر یا یه دختر دارم و اونم یه داماد دارم خوشبختانه خوشحالم از اینکه مردم برای من سه تا دختر درست کردن که هر سه تا دخترام هم دادن به سه تا آدمای بسیار خوب و نازنین برای یه دخترش میگفتن دادن علی دایی سوتی های مریم امیرجلالی یه جا گفته من یه دختر دارم یه جا گفته من سه تا دختر اینا رو این مردم از کجا در میارن آخه چقدر بیکارین خوش به سعادت مورد راست میگه خیلی اصلا شایعه درست میکنیم ما آره من یه مدت شایعه کرده بودم با جنیفر لوپز مثلا تیک میزنه اون همسن منم اگه نگین این چقدر میشه این چند تا چقدر توی دادش خودتون تعداد نفرات من آشپزی هم عصبیه مشخص چند نفر هستین میدونین و اندازه اون حال من یه مقداری میگم که چقدر اصلا نمیگه مثلا ادویه یه قاشو من نیدم تو قاشو نصف قاشو من خیلی برنامه خانم امیر جلالی من اصلا آشپزیشونو دنبال میکنم که بالاخره استاد ما بعدش خیلی چیز یاد گرفت خب پس به قسمت های آشپزیشم ریاکت میزنی آره خیلی جالبه ولی مثلا اینجوریه که میگه مرغو میریزی نمک فلفل زردچوبه همین بعد مثلا میذاره رو گاز بعد میاره غذا رو به تحویل میده مثلا نمیگه چقدر رو گاز بوده ببین من چشمی ادویه میریزم حالا چند قاشق مربا خوری چند قاشق غذا خوری من ایناشو تا حالا این کارو نکردم زردچوبه اضافه میکنی من این که دارم تون تون به شما توضیح میدم به دلیل که واقعا وقت ندارم خود چرا ویدیو میسازی نه اصلا بی احترامی نکن میگم به قرآن میاد بالا سرت این خیلی دیگه من به من هیچ ربطی نداره این نوشته تو استوریاست یک کلام اگر تون با من صحبت بکنین حرف نارب بزنین حرف ناجور بزنین بلا فاصله بلا این بود در ویدیو امروز ما یادم رفت بهتون بگم لایک و ساب یادتون نره ولی الان بهتون بگم اگه از این ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک ساب و اون زنگوله رو بذاری که هرچی ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید کامنت فینگلیش هم بذارید بذارید که سابتون نپره و اگه دلش کنید نمیگم این ویدیو 500 تا لایک بخره دلش کنید بعدا برای تو ویدیو میذاریم بازردی تا ویدیو دیگه خدا I'm gonna make you cry.